هرکز مرحبا، نسیسینز، خوش اومدید به ششمین قسمت از فصل نهم سری ویدیوهای حل تمرین کتاب کار یعنی هیتیت یک. توی این ویدیو میریم سراغ صفحه 61 از چالشم کتابی از کتاب یعنی هیتیت یک تا تمریناتش رو انجام بدیم. قسمت آخر از فصل نهم چالشم کتابی از کتاب هیتیت یک. بریم سراغ این قسمت شماره 18 تمام لایالیم یعنی کامل کنیم. میدونید که این فصل مهمه، تا این ویدیو همراه من باش. چوجوک و بابا با هم دارن صحبت میکنن. بابا جم سیز چوجوکن هنگی اویونلاری اوینار، میگه بابا جونم شما موقع بچگی کدوم بازی ها رو، میخواد بگه بازی میکردی. اوینا بونه فعل از اویناماک پسفنده، ری رو اضافه کرده پسفند زمان گسترده. حالا میخوام بگیم کدوم بازی ها رو بازی میکردی، کلمه پرسشی که تو جمله داریم، پس فقط کافیه که این فعلمون رو کامل کنیم برای شما سیز. پس میگم اوینار دمز، کدوم بازی ها رو بازی میکردید. پسفند گذشته ساده و شناسه فردی، بابا جم سیز چوجوکن هنگ اویونلار اوینار دمز، کدوم بازی ها رو بازی میکردید. بابا بیز چوجوکن سیزین گیبی اویونجاکلارمز یک جای خالی، میگه ما موقع بچگی مثل شما اسباب بازی نداشتیم. اویونجاک یعنی اسباب بازی، اویونجاکلارمز میخوایم بگیم اسباب بازی نداشتیم. اویونجاکلارمز یک تو، پسفند گذشته ساده رو به یک اضافه میکنیم. میدونید که دیگه داشتن و نداشتن چیزی رو به این شکل بیان میکنیم با استفاده از پسفند ملکی به اسم و بعد از اون هم که کلمه یک و یا وار میاد و اینجوری بیان میکنیم چیزی رو داریم یا نداریم. که اینجا چون میخواستیم در مورد گذشته بگیم، گفتیم ما موقع بچگی مثل شما اسباب بازی نداشتیم یک تو. بعد میگه کندی اویونجاکلارمز کندیمیز، یاب جای خالی، کندی اویونجاکلارمز، میگه اسباب بازی های خودمون رو کندیمیز خودمون، میخواد بگه درست میکردیم. یاب از یابمک معنی درست کردن. پسفند زمان گسترده رو میخواییم بهش اضافه کنیم و بعد از اون هم پسفند گذشته ساده و در انتها هم شناسه فردی، چون داریم در مورد خودمون صحبت میکنیم. داره میگه کندی اویونجاکلارمز یعنی اسباب بازی های من را، کندی میز خودمان، یا پاردک درست میکردیم. به خاطر همین شناسه فردی برای اول شخص جمع اضافه کردم، درست میکردیم. سیزین گیبی ساعت لرجه بیلگیسیارن باشنده اتروب اویون اوینا جای خالی، میگه مثل شما ساعت ها بیلگیسیارن باشنده یعنی سر کامپیوتر، تو کامپیوتر اتروب اویون اوینا، اوتور از اوتورمکه که این پسوندی هست که توی درسه بعدی یاد میگیرید، به بونه فعل اضافه میشه تا دوتا جمله رو به همدیگه رفت بده، که میخواد بگه مثل شما ساعتها بالا سر کامپیوتر نمی نشستیم که بازی بازی کنیم. بنابراین میخواییم منفی کنیم، چون داره میگه خودمون اسباب بازیامون درست میکردیم، ساعتها پای کامپیوتر مثل شما نمی نشستیم که بازی کنیم. بنابراین میخواییم منفی کنیم. با توجه به اینکه اتروپ رو مثبت نوشته، ما این فعل رو باید منفی کنیم دیگه. میخوایم بگیم ما مثل شما بازی نمی کردیم، نمیشستیم و بازی کنیم، که در واقع باید یه فعل منفی بشه که بتونیم معنی کنیم دیگه. پس میگیم اوینا، پسوند منفی زمان گسترده ماز بهش اضافه میشه و بعد هم پسوند گذشته ساده و شناسه فردی رو کنارش قرار میدیم. میگیم اوینا مازدک سیزین گیبی ساعت لرجه بیلگیسیارن باشنده اتروب اویون اوینا مازدک، مثل شما ساعت ها بالا سر کامپیوتر نمی نشستیم و بازی نمی کردیم. میبینید یک فعل منفیه که اون یکی رو داره منفی میکنه، در واقع تاثیر میذاره. میگه در واقع ما اونجوری نمی نشستیم، بازی نمی کردیم مثل شما. شماره دو، چوجون باباسی اویونجاکلارنی کندیسی یاب جای خالی سیز شما، میگه چی؟ داره میپرسه، میگه چوجون باباسی، میگه بابای بچه اویونجاکلارنی، یعنی در واقع ما داریم بیان میکنیم و نقلش میکنیم. اگه نگاه کنید مکالمه بین چوجوک و بابا بود، حالا از شما میخواد که شما نقلش کنید. سیز میگه شما، حالا دارید میگه چی؟ چوجون باباسی بابای بچه اویونجاکلارنی اسباب بازی هاش رو کندیسی خودش، میخواییم بگیم درست میکرده است، داریم نقل میکنیم دیگه.
بنابراین اینجا من باید چی بنویسم؟ درست می کرده از پسوند زمان گسترده رو می نویسم و بعد هم پسوند ماضی نقلی یا پر مش. اون زمان بیلگیسیار یک موش دارم نقل می کنم. میگم اون زمان ها کامپیوتر نبوده. پس گفتم اسباب بازیاشو خودش درست می کرده است یا پر مش. اون زمان بیلگیسیار یک موش اون زمان ها کامپیوتر نبوده. بونه دنله بیزیم گیبی ساعت لرجه بیلگیسیار اویونلاری. به خاطر همین مثل ما بیزیم گیبی ساعت لرجه ساعت ها بازی کامپیوتری رو بازی نمی کرده است. بنابراین چی می نویسم؟ می نویسم اوینا ماز نمی کرده از پسفند منفی زمان گسترده و بعد هم پسفند ماضی نقلی رو کنارش قرار میدم. دارم در مورد بابا میگم دیگه. میگم چی؟ میگم بابای بچه اسباب بازی ها رو خودش درست میکرده و کامپیوتر نبوده. به خاطر همین ساعت ها بازی های کامپیوتری نمی کرده است. اوینا ماز مش. در مورد بابا داریم صحبت میکنیم. به خاطر من مفرد آوردم. شماره 3. چوجوک و آنه. مکالمه بین بچه و مادر. آنه جیم سن اورنجی کن چوک درس چالش جای خالی. میگه مامان جونم تو وقتی که دانشجو بودی، دانش آموز بودی، چوک درس، خیلی درس، درس چالش از درس چالش. مگه این درس خوندن میخواد بگه آیا خیلی درس میخوندی؟ آیا خیلی درس میخوندی؟ درس چالش میخوایم بگیم آیا میخواندی؟ میخوایم فعل گذشته ساده در زمان گسترده درست کنیم و سوالی. بنابراین پسوند زمان گسترده رو اضافه میکنم در چالشر و بعد از اون هم حالا چی اضافه میکنم؟ میخوام سوالیش کنم دیگه. پسوند پرسشی رو میارم، یه میانجی، پسوند گذشته ساده و شناسه فردی رو کنارش قرار میدم. آنه جیم سن اورنجی کن چوک درس چالشر میدین. مامان جونم تو وقتی دانش آموز بودی آیا خیلی درس میخوندی؟ چوک درس چالشر میدین. آیا خیلی درس میخوندی؟ میبینید پسوند زمان گسترده رو اضافه کردم، پسوند سوالی که اومد، پسوند گذشته ساده رو بهش اضافه کردم. به این شکل ما زمان گذشته در زمان گسترده رو سوالی کردیم. آنه میگه، مامان میگه ابت گجه گندوز یعنی شب و روز. گجه گندوز چالش میخواد بگه شب و روز درس میخوندم. پسوند زمان گسترده و گذشته ساده و شناسه فردی رو کنارش قرار دادم. درس چالشردم، شب و روز درس میخوندم و بتون ادبلریمی و تمام تکالیفم رو زماننده یعنی به موقع، زماننده یعنی به موقع سر وقت، یاب میخواد بگه انجام میدادم. گذشته یا ساده در زمان گسترده. پسوند آر بهش اضافه میکنیم از زمان گسترده و بعد پسوند گذشته ساده و شناسه فردی. میگم یا پردم ادبلریمی یا زمانونده یا پردم و تکالیفم رو به موقع انجام میدادم. یا پردم. بعدی بویزدن بتون اورتمنلریم بنی چوک سف جای خالی. به خاطر همین تمام معلمینم بتون اورتمنلریم، تمام معلمینم بینی چوک منو خیلی میخوایم بگیم دوست میداشتند. داریم در مورد معلمین صحبت میکنیم. کافیه فعلمون اینجا مفرد بیاریم چون فاعلمون جمع هست دیگه، نشون دادیم. پس میگم چی؟ میخوام بگم دوست میداشتند. بخوام مفرد بگم یعنی بعد بگم چی؟ پسوند ار رو اضافه کنم از زمان گسترده و بعد پسوند گذشته ساده. بویزدن میتون اورتمنلریم بینی چوک سوردی. به خاطر همین تمام معلمینم منو خیلی دوست میداشتن. چوک سوردی. و اما شماره 4. حالا میگه سیز شما. میگه که ما حالا باید نقلش کنیم. میگه چی؟ چوجون انسی اورنجی کن چوک درس چالش. میگه مامان بچه موقعی که دانش آموز بوده میخوایم بگیم خیلی درس میخوانده است. میخوایم نقلش کنیم ماضی نقلی در زمان گسترده. پس می نویسم چالشر مش. همین پسوند زمان گسترده و پسوند ماضی نقلی رو اضافه کردم. چالشر مش یعنی درس میخونده. بو یوزدن میتون اورتمنلری اونو چوک سف. به خاطر همین تمام معلمینش بوتون اورتمنلری، تمام معلمینش اونو چوک سف خیلی دوست می داشته اند. سف حالا پسوند زمان گسترده و پسوند ماضی نقلی رو کنارش قرار میدم. سور میش داریم نقل میکنیم دیگه، داریم میگیم که اونو خیلی دوست می داشته اند. سور میش.
با توجه به اینکه فاعلمون جمع هستش اینجا، من فعلمو مفرد آوردم و نیاز نبود دیگه پسمانده شناسه فردی برای سوم شخص جمع رو بنویسم. شماره 5، تورون دیدی جیم گنجکن یشم نسلده نسل یاش جای خالی. میگه پدر بزرگ جونم، بابا بزرگ جونم، گنجکن موقع جوونی یشم نسلده زندگی چطور بود، نسل یاش جای خالی. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که چطور زندگی میکردید. در واقع این فعل بونفل یاشا هست، این آرو ننوشته، بونفل یاشا هست، از یاشامک به معنای زندگی کردن. خب ما اگه بخوایم بهش پسوند اضافه کنیم، پسوند زمان گسترده، بونفل به حرف صدادار خط شده، گفتم این جا افتاده بوده که کتاب ننوشته، یاشا هست، پس کافیه ر رو بهش اضافه کنم و بعد هم پسوند گذشته ساده و بعد هم چی اضافه میکنم؟ شناسه فردی برای سوم شخص مفرد، چون دارم از پدر از کی میپرسم، از طرف مقابلم، و چون برای احترام از دوم شخص جمع باید استفاده کنیم، شناسه فردی رو به این شکل نوشتم، گفتم پدر بزرگ جونم، بابا بزرگ جونم، موقع جوانی زندگی چطور بود، چطور زندگی می کردید، نسل یا شردنز. گفتم ر رو اضافه میکنیم، پسوند زمان گسترده، پسوند گذشته ساده و شناسه فردی. نسل یا شاردنز چطور زندگی می کردید؟ نسل یا شاردنز در ادامه نلر یاب چه کارایی انجام می دادید؟ خب دوباره اینجا پسوند زمان گسترده، پسوند گذشته ساده و شناسه فردی رو می نویسم. نلر یا پاردنز چه کارایی انجام می دادید؟ نلر یا پاردنز چه کارهایی انجام می دادید؟ پدر بزرگ دده میگه بیزلر گنجکن یشام اولدوکچا زور. میگه ما موقع جوونی ماها بیزلر گنجکن، یعنی موقع جوونی ماها یشام اولدوکچا زندگی تقریبا سخت بود. زور دو گذشته ساده، سخت بود، زور دو. بعد میگه شیمدیکی گیبی آرابالار یوکتو، میگه مثل الان ماشین ها وجود نداشتن. بیر یردن بیر یره یوری یرک گیت جای خالی، میگه از یه جایی به یه جایی در حالی که پیاده بریم میرفتیم. یوری یرک یعنی در حالی که پیاده بریم، میخواییم بگیم میرفتیم. فعلمون باید گذشته ساده بشه در زمان گسترده، چون میخوام پسوند زمان گسترده اضافه کنم، با حرف صدادار شروع میشه، ت تبدیل به د میشه طبق قاعده نرم شدن حروف صامت، ار رو اضافه میکنم، گیدر دیک. دی پسوند گذشته ساده و که هم که شناسه فردیه، گیدر دیک. بیر یردن بیر یره یوری یره گیدر دیک، ایه جایی به یه جایی در حالی که پیاده بریم میرفتیم، یعنی قدم زنان میرفتیم. تلفن ندیر بیلمز چی میگه؟ میگه تلفن چیه؟ نمیدونستیم. میخواد بگه نمیدونستیم تلفن چیه. تلفن ندیر بیلمز، نمیدانستیم. گذشته ساده در زمان گسترده و منفی. پسوند زمان گسترده منفیشو نوشته، فقط میخوایم پسوند گذشته ساده رو اضافه کنیم، بیلمز دی و بعد هم شناسه فردی، بیلمز دیک، نمیدونستیم. مکتوبلا هابرلش جای خالی، با نامه میخواد بگه ارتباط برقرار می کردیم. هابرلش، حالا پسوند زمان گسترده رو میاریم، هابرلش سه بخشیه، پسوند ایر اضافه میشه با توجه به قانون هماهنگی حروف صدادار و بعد از اونم پسوند گذشته ساده و بعد هم شناسه فردی. هابرلشیر دیک یعنی با هم دیگه ارتباط برقرار می کردیم با نامه. مکتوبلا هابرلشیر دیک، فعلمون شد گذشته ساده در زمان گسترده. چشید چشید گیسی لریمیز یکتو بیر البسهی آیلار جا گی جای خالی. میگه چشید چشید گیسی لریمیز یکتو، میگه چشید چشید یعنی انقدر لباسای متنوع و مختلف نداشتیم. یکتو بیر البسهی، یه لباس رو، آیلار جا ماها، این پسوند تکسره دیگه، میگه ماها، میخواد بگه می پوشی دیم. بنابراین چی باید اینجا اضافه بشه؟ میخواییم گذشته ساده در زمان گسترده باشه، بنابراین پسوند زمان گسترده رو اضافه میکنم، تک بخشی گیر دیک. گیر دیک یعنی یه لباس رو ماها می پوشیدیم. گیر دیک، پسوند زمان گسترده، پسوند گذشته ساده و شناسه فردی. شماره 6، 13. حالا ما میخواییم نقل کنیم. شما میگه ددنین گنچلینده یشم اولدوکچا زور، میگه در جوونی پدر بزرگ زندگی تقریبا، میخواییم بگیم سخت بوده است، چون داریم نقل میکنیم دیگه، پسوند موش رو اضافه میکنم، زور موش. بعد میگم شیمدیکی گیبی آرابالار یوک
موش میخوام بگم مثل امروز ماشین نبوده است. بیر یردن بیر یره یوری یرک اگه جایی به یه جایی یوری یرک میخواییم بگیم میرفته اند. هم میخواییم گذشته ساده بشه در زمان گسترده شناسه فردی هم اضافه کنیم. با توجه به اینکه که بونفل به حرف ت ختم شده میخواییم پسفند اضافه کنیم، به حرف صدادار شروع میشه دیگه، ت تبدیل به د میشه. حالا طبق قاعده نم شدن حروف صامت پسفند زمان گسترده رو کنارش قرار میدیم، گیدر. حالا بعد از اونم شناسه فردی رو میذاریم چون داریم در مورد آنها صحبت میکنیم دیگه. گیدرلر میش یعنی میرفته اند، که میتونید اینو به این شکل هم بگید دیگه، گیدر میش لر، یعنی لر میتونه بعد از میش هم بیاد. یه جایی به یه جایی قدم زنان میرفتن، یعنی قدم میزدند و میرفتن. تلفن ندیر تلفن چیا رو نمیدونستند، میخواییم بگیم نمیدانستند، اینکه تلفن چیه رو نمیدانسته اند. پس میخوام گذشته نقلی بشه در زمان گسترده. خب با توجه به اینکه گذشته نقلی در زمان گسترده رو داریم میسازیم، پس اینجا میخواییم منفی هم بشه دیگه، پسفند زمان گسترده رو منفیش رو قرار میدیم، بعد شناسه فردی و بعد هم پسفند ماضی نقلی. بیلمزلر میش نمیدانستند که تلفن چیه. مکتوبلا هابرلش یعنی با نامه میخواییم بگیم ارتباط برقرار میکرده اند. هابرلش بونفعل پسفند زمان گسترده شناسه فردی پسفند ماضی نقلی رو کنارش قرار میدم. هابرلشیر لرمش یعنی با هم دیگه ارتباط برقرار میکردن. بیزلر گیبی چشید چشید گیسیلری یک، میخواییم بگیم مثل ما چشید چشید یعنی متنوع با تنوع زیاد، میگه لباس های با تنوع زیاد، لباس خیلی لباس نداشته اند. بنابراین فقط کافی پسفند موش رو کنارش قرار بدیم، یک موش. بیر البسی یلار جا یک لباس رو، اینجا نوشته سالها، بالا نوشته بود ماها، یلار جا سالها میخوایم بگیم میپوشیده اند. میگم بیر البسی یلار جا گیرلرمیش، یه لباس رو سالها میپوشیده اند. گیرلرمیش پسفند زمان گسترده شناسه فردی و پسفند ماضی نقلی. میتونید اینو به این شکل هم بگید دیگه، گیرمیش لر، یعنی لر میتونه بعد از میش هم بیاد، مشکلی نداره. من اینجا قبل از میش آوردم، گیرلر میش. به همین شکل دیدید که ما وقتی که میخوایم نقل بکنیم از پسفند ماضی نقلی استفاده میکنیم و یه چیزی نقل میکنیم و بیان میکنیم. در واقع اینا خودشون داخل داستان هستن که دارن میگن چه جوری بوده زندگی براشون، و وقتی ما میخوایم برای کسی نقل کنیم که اونو ندیده، میایم از پسفندای نقلی استفاده میکنیم که شما کاربرد گذشته ساده در زمان گسترده و گذشته نقلی در زمان گسترده رو دیدید توی این تمرین. بریم سراغ تمرین بعدی، شماره 19. یازالم بنویسیم. اورنجیکن اوکولو سبر میدینیز نیچین. اورنجیکن اوکولو سبر میدینیز، میگه آیا وقتی دانش آموز بودید مدرسه رو دوست میداشتید؟ سبر میدینیز. اینجا رو میتونید با توجه به اطلاعات خودتون کامل کنید. منم به عنوان مثال چند تا جمله مینویسم و این قسمت رو کامل میکنم. من مینویسم اوت اوت، بله اوکولو مدرسه رو چوک سور دیم، آره مدرسه رو خیلی دوست میداشتم. نیچین میگه چرا، علتشو بگو. میگم چونکه چوک شیلر چیزای خیلی زیادی یاد میگرفتم، اورنیر دیم. میبینید دارم گذشته ساده در زمان گسترده رو مینویسم فعل هامو. اورنیر دیم یعنی یاد میگرفتم و اوکولدا و توی مدرسه آرکاداشلارملا با دوستانم اویون بازی میکردیم. اویون اوینار دک. میبینید اینجا پسفند زمان گسترده که فقط حرف ر هست به بن فعل اضافه شد و بعد هم پسفند گذشته ساده و بعد هم شناسه فردی رو اضافه کردم. حالا شما میتونید با توجه به اطلاعاتتون اینجا رو کاملتر بنویسید و بیان کنید. بریم سراغ قسمت دوم، سوال دو. انچک هنگی درس لره ایلگی دویردنز. ایلگی دویمک یعنی علاقه داشتن، تمایل داشتن. میگه بیشتر از همه به کدوم یکی از کلاساتون علاقه می داشتید؟ گذشته ساده در زمان گسترده. ایلگی دویردنز نیچین، چرا؟ من می نویسم انچوک بیشتر از همه
می نویسم کلاس زبان انگلیسی و کلاس ریاضی رو بیشتر از همه بهشون علاقه نشون می دادم. انچوک انگلیزجه و ماتماتیک درس لریمه، یعنی به کلاسای زبان انگلیسی و ریاضیم درس لریمه. ایلگی دویار دم، میبینید بونه فلم دوی هست از دوی ماک، اما اینجا همینطور که میبینید پسفند زمان گسترده و گذشته ساده و شناسه فردی کنارش اضافه شد. پس میگم ایلگی دویاردم، علاقه میداشتم به کلاسای انگلیسی و ریاضی. نیچین، چرا؟ چونکی بنیمیچین انگلیسی اورنمک یعنی چون که برای من یاد گرفتن زبان انگلیسی چوک فارکلی بیر دنیای دی، یک دنیای دی یه میانجی و پسفند گذشته ساده. میگم چون که یاد گرفتن زبان انگلیسی برای من یه دنیای خیلی متفاوت بود، چوک فارکلی بیر دنیای دی، به خاطر همین خیلی علاقه نشون میدادم. و شماره 3، لیسه دیکن اونکلدا نلر یا پاردنز، میگه وقتی دبیرستان بودید توی مدرسه چه کاری انجام میدادید؟ می نویسم چونلوکلا، یعنی اکثرا، چونلوکلا غالبا، چونلوکلا آرکاداشلارملا، یعنی با دوستانم، آرکاداشلارملا درس چالشر دیک، یعنی با دوستانم درس میخوندیم. اکثر اوقات آرکاداشلارملا با دوستانم درس چالشردیک، درس میخواندیم، گذشته ساده در زمان گسترده که نوشتم. و بریم سراغ تمرین بعدی، شماره 20، تمام لیالم، یعنی کامل کنیم. خب اینجا از ما چی میخواد؟ اولی بند ببکن، من وقتی نوزاد بودم چوک آلار میشم، خیلی گریه میکردم. داره نقل میکنه، ما که ندیدیم، داره طرف میگه که من وقتی نوزاد بودم خیلی گریه میکردم. زمان نقلی در زمان گسترده با نفل به حرف زده داره آخد شده، ره رو اضافه کرد و بعد پسفند ماضی نقلی و بعد شناسه فردی. در مورد کی صحبت کرد؟ بن. گفت بن ببکن چوک آلار میشیم. یکی یکی بعد اینا بنای فعلی که برامون گذاشته رو با توجه به زمان مورد نیازش کامل کنیم. 2، ددم گنجکن بیر کلوبته فوتبول اوینا جای خالی، پدر بزرگم موقع جوونی بیر کلوبته توی باشگاه فوتبول اوینا، میخواییم بگیم فوتبال بازی میکرده، دارم نقل میکنم دیگه در مورد پدر بزرگم، پس میگم فوتبال بازی میکرده است. میخوام ماضی نقلی در زمان گسترده باشه. برای اینکه پسفند گسترده رو اضافه کنم کافیه پسفند ر رو بذارم، برای نقلیشم که کافیه پسفند میش رو اضافه کنم، پس میگم فوتبال اوینار مش، فوتبال بازی میکرده. شماره 3، کردشیم و بن چوجوکن، کردشیم و بن چوجوکن هیچ یارم از لکیاب جای خالی، میگه خواهرم و من موقعی که بچه بودیم، موقع بچگی هیچ یارم از لک اصلا شیطونی، میخوام بگیم نمی کردیم چوجوکن موقع بچگی، چون داریم در مورد چوجوکن صحبت میکنیم، در مورد گذشته است دیگه، حالا در مورد مدت زمانی که تو گذشته بوده و چون داریم تعریف میکنیم برای یک کسی، حالا نقل میشه دیگه، بنابراین میخوام فعل ماضی نقلی در زمان گسترده رو درست کنم. و چون داره میگه هیچ منفی میشه، پس میخوام بگم من و خواهرم موقع بچگی اصلا شیطونی نمی کرده ایم. میبینید هم گسترده است هم نقلیه، یعنی در واقع گذشته نقلی در زمان گسترده است. پس مینویسم چی؟ منفی، پسفند منفی زمان گسترده ماز هست، مینویسم یاپ ماز و بعد از اونم پسفند ماضی نقلی و بعد هم شناسه فردی، یاپ ماز میشز هیچ یارمازلیک، یاپماز میشیز ما اصلا شیطونی نمی کرده ایم، یاپماز میشیز که پسفند رو اضافه کردیم. شماره 4، آنم اسکیدن آنکارادن استانبولا ترنله گیت جای خالی، مامانم قدیما، داریم در مورد گذشته صحبت میکنیم، از آنکارا به استانبول با قطار، خب داریم در مورد یه مدت زمانی تو گذشته صحبت میکنیم، زمان گسترده است و چون داریم نقل میکنیم گذشته نقلی در زمان گسترده، میخوایم بگیم میرفته از آنکارا به استانبول با قطار میرفته است.
پسوند زمان گسترده باید اضافه بشه بعد از گیت، اما طبق قاعده نرم شدن حروف صامت ت تبدیل به د میشه. پسوند رو کنارش می نویسیم گیدر و بعد هم پسوند ماضی نقلی رو کنارش می نویسیم گیدر میش می رفته، ترنله گیدر میش با قطار می رفته. شماره 5 اسکیدن کمشولار بیر بیر لریله ده ها فازلا گیروش جای خلی. میگه قدیما، دوباره داریم در مورد گذشته صحبت میکنیم، همسایه ها با یکدیگر بیشتر همدیگر رو میدیدن و ملاقات میکردن و مکالمه میکردن. گیروش از گیروش میکنی همدیگر رو دیدن، ملاقات کردن، با همدیگه مکالمه کردن. خب میخوایم بگیم بیشتر همدیگر رو میدیدند. در مورد کی صحبت میکنیم؟ در مورد کمشولار. خب میخوایم نقل کنیم دیگه، پس ماضی نقلی در زمان گسترده، پسوند زمان گسترده رو اضافه میکنم گریش، دو بخشی پسوند ایر رو اضافه میکنم گریشیر، و بعد هم چون دارم نقل میکنم پسوند ماضی نقلی رو کنارش قرار میدم دیگه، چون فاعلم جمع هست دیگه به فعلم پسوند جمع رو اضافه نمیکنم و کافی همین فعلی که نوشتم گریشیر میش، یعنی همسایه ها با یکدیگر قدیما بیشتر ملاقات میکردند گریشیر میش و نقلش کردم. شماره 6 تلویزیون یوکن انسانلار داها چوک صحبت ات. میگه چی؟ میگه وقتی تلویزیون نبوده آدما بیشتر صحبت می کرده اند. دارم نقل میکنم پس ماضی نقلی در زمان گسترده، چون داریم میگیم وقتی که تلویزیون نبوده، در مورد یه زمانی صحبت میکنیم در گذشته. بنابراین پسوند زمان گسترده باید بعد از بنفل بیاد که بعد از حرف ت، چون به حرف صدادار شروع میشه پسوندمون، طبق قاعده نرم شدن حروف صامت ت تبدیل به د میشه و پسوند زمان گسترده رو اضافه میکنم ادر، و بعد هم پسوند ماضی نقلی ادر میش انسانلار، فاعلمون هم جمع دیگه، فعلمو جمع نبستم. گفتم چی؟ گفتم وقتی تلویزیون نبوده آدما بیشتر صحبت میکردن، صحبت ادر میش. اگر هم بخوام جمع ببندم چی؟ میتونم ادر لر میش رو بگم، لر رو بیارم که من صورت مفرد آوردم. شماره 7 کردی کارتی یوکن انسانلار پشین آلیشوریش یاب جای خالی. میگه وقتی که آبربانک، وقتی که کارت اعتباری نبوده، آدما به صورت نقدی، پشین یعنی نقدی، خرید میکرده اند. میخوایم هم نقلش کنیم، پس میخوایم فعل ماضی نقلی باشه. داریم در مورد زمانی صحبت میکنیم در گذشته، پس میخوایم ماضی نقلی بگیم در زمان گسترده. پس یا پار اینجا پسوند زمان گسترده اضافه شد، و در انتها هم میتونم اینجا پسوند زمان گسترده رو اضافه کردم، و بعد هم اگر بخوام پسوند شناسه فردی رو بیارم برای انسانلار، بعدش میتونم لار رو بیارم، و بعد هم پسوند ماضی نقلی که گفتم. میتونید فعلتون رو به صورت مفردم بیارید، یا میتونید بگید یا پار میش، یا میتونید بگید یا پار لار میش. کردی کارتی یوکن انسانلار پشین آلیشوری شپارلار میش، یعنی وقتی که کارت آبربانک نبوده آدما به صورت نقدی خرید میکرده اند. هم میتونیم بگیم یا پار میش چون فاعلمون جمعه، لار رو میتونیم نیاریم، یا میتونیم لار رو قبل میش بریم یا بعد میش، میدونید که مقابل تغییر هست. یا میتونیم بگیم یا پار لار میش، یا میتونیم بگیم یا پار میش لار. شماره 8 اسکیدن سفگیلیلر بیربیرینه عشق مکتوبلاری یاز جای خالی. اسکیدن قدیما، سفگیلیلر یعنی عاشق و معشوقا، بیربیرینه برای یکدیگر، به یکدیگر عشق مکتوبلاری یعنی نامه های عاشقانه میخوایم بگیم می نوشته اند. ماضی نقلی در زمان گسترده، پس پسوند گسترده رو اضافه میکنم، بن فعلم تک بخشی یازار استفاده کردم. بعد میتونم شناسه جمع رو بنویسم برای آنها که دارم در مورد عاشق و معشوق ها صحبت میکنم، میگم یازار لار، و بعد هم پسوند ماضی نقلی رو اضافه کنم. پس میگم اسکیدن سفگیلیلر بیربیرینه عشق مکتوبلاری یازار لارمش، قدیما عاشق و معشوق ها برای یکدیگر نامه های عاشقانه می نوشته اند یازارلار مش. به همین راحتی این قسمت هم فصل 9 کتاب هیتیت 1 هم به پایان رسید انجام تمریناتش. امیدوارم که شما هم به خوبی یاد گرفته باشید، به تمام مباحث این قسمت مسلط شده باشید. فصل 9 فصل خیلی خیلی مهمیه با توجه به اینکه گرامرهای پرکاربرد و مهمی رو توی این فصل به شما آموزش داده. مرسی که همراه هم بودید. و اما من از شما میپرسم، جوابش تو کامنت ها برام بنویسید. میپرسم ددنیزین گنچلینده، ددنیزین گنچلینده یاشام ناسلمش، یاشام ناسلمش در زمان
جوونی پدر بزرگتون زندگی چطور بوده؟ ددنیزین گنچلیگینده یاشام نسلمش؟ با توجه به نکاتی که توی این صفحه یاد گرفتید و تمرینه که انجام دادیم بعد بلد بشید از چه نوع فعلی استفاده کنید در جواب به این سوال. جواب رو توی کامنت ها برام بنویسید، چک میکنم. مرسی که همراه هم بودید. اگر ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید، کانالمون رو به دوستانتون هم معرفی کنید، نیرو میگیریم از انرژی شما و زنگوله بزنید که ویدیو بعدی رو از دست ندید. مرسی که همراه هم بودید. Türkçe ile kalın, bizimle kalın, hoşça kalın.